روانشناسی مغز و اعصاب چه سهمی در شناخت ما از خود در درک دیگران و محیط و در کنترل کنش و واکنش ها دارد این رشته گفتگو را سه شنبه صبح ها به وقت ایران از استودیوی صدای آمریکا تقدیم می کنیم همراه یک متخصص روانشناسی مغز و اعصاب و روانشناسی تجربی در کالج بالتیمور کانتی خانم دکتر آذر اتسامی پور کین که همیشه خوش رو و همیشه در حال لبخند زدن و همیشه 谢谢。 شاد کردن دیگرانه خیلی خوش اومدیم به برنامه خودتون خیلیتون خیلی ممنون شبتون به خیر روز بینندگان عزیز به خیر خوشحالم دیگه خنده فکر میکنم هم برای خود آدم خوبه هم برای بقیه خوب هستش و است. برای همین هم هست اون دفعه صحبتشو میکردیم بله. برای همین هر وقت خودم تو اونقدی که بدون مجانی هم هستش دیگه خیلی خزینه نداره نداره شوخیای وایبری که به هم دیگه فوروارد میکنن دائم یکی از چیزا همین بودش که چیزی که خرج نداره واقعا. باید. و باید. البته سودش خیلی خیلی بیشتره و تنها چیزی هست که خرج نداره سود خیلی زیادی داره و شما ثابت میکنین هم. که نسخه هایی که میپیچیم فقط برای دیگران نمیپیچیم واقعا خودتونم عمل میکنین ما چند تا برنامه راجع به شادی و خنده و اینکه چه جوری شادتر باشیم و این شادی چه تاثیر روی زندگی روزمرهمون افکارمون روابطمون با دیگران داشته شو اینها و ایشون خودش این نسخه ها رو کاملا عمل میکنه سعی می کنم هنوز خیلی بعض وقت خب دیگه زندگی خیلی بالا پایین داره برای همین گاهی امکانش نیست ولی بیشتر مواقع دوست دارم سعی کنم و واقعا خودم وقتی بعض وقت خسته میشم و میخوام اخمو بشم خودم ناراحت میشم سری سیستما متقیم میدم هیچ وقت من شما رو اخمو نایدم یعنی در حد دو سه دقیقه هم که اینجا با هم هستیم تا حالا یه گزارش پخش بشه ما میگیم میخندیم میکروفونم روشن صدای خندمونم میره شما رو هم می میکنیم در شادی و همنشینی با دکتر آذر خب خانم دکتر هفته پیش موضوع صحبتمون و توضیح هایی که شما دادین این بود که گاهی تصوراتی ما از بدن ظاهر اندام هیکل خودمون داریم که مطابقت نمیکنه با واقعیت و به هر حال تصویری که ما از تن خودمون بدن خودمون داریم رو در ذهنمون در آن چه روان گفته میشه برامون توضیح دادین اگر نکته در اون مورد مونده بفرمایین یا یک جنبندی یا یاداوری تا بعد بریم سراغ موضوعی بعدی بفرمائن. حتما خوشحال میشم البته خب موضوعی هستش که خب بعضی وقتا خیلی آدم از اینکه که میبینه گاهی افراد خیلی راضی نیستن یا سری مشکلاتی دارن خیلی از احس... اون بدنی که دارن یا اون ظاهری که دارن خوشحال نیستن خب آدم ناراحت میشه ولی ام. موضوعی هست که فکر میکنم که جالب باشه که ما تا صحبت کردیم برای خیلی ها چون فکر میکنن آه من حتما یک فرد غیر طبیعی هستم که این احساس رو نسبت به بدن خودم دارم ولی از مطلبی که اون دفعه قبل مونده و من دوست داشتم صحبت بکنم و کلمه بادی ایمیج یا ام. تصویر از بدن خودمون و ظاهر خودمون رو تعریفی که میکنیم از کلمه بادی این هستش و اولین بار در سال 1935 یادم رفت اون دفعه صحبتش رو بکنم یه روانشناس یک پزشک مغز و اعصاب و روانکاو اتریشی به نام پول پال شلیدر توی کتابش ازش استفاده کرد ام. یعنی شما وقتی حسابش رو بکنین این کلمه و این, این صحبت صحبتی که در روانشناسی میشه در ارتباط با ظاهر انسانها از دیروز و پیروز شروع نشده سال‌های سال بوده و اولین بار کسی که تونسته این اس رو براش پیدا کنه 1935 بوده یعنی واقعا مم. چندین سال قبل بوده 50 60 سال قبل میشه نه بیشتر از حدود 70 80 سال قبل میشه تازه اون اولین کسی که ثبت کرده بله. این اسم رو ای بس قبلا بوده حرفش بوده به طور شفاهی آم. بین افواه عمومی یا حتی دانشمندان بوده اما این ثبت کرده بله این, این کلمه رو, رو آورده وگرنه مم. که بله این مشکلی که هستش که و مسئله هستش که سالهای سال وجود داشته و همچون که صحبت شو کردیم احساسی که ما از ظاهر خودمون داریم حالا چه میتونه که در رابطه با صورت خودمون باشه اعضای به حساب هایی که توی صورتمون هست برای چاقی و لاغری بلند و کوتاهی و و حتی مسائل دیگه گاهی حتی روی بعضی روی انگشتای دستشون خیلی به حساس هستن یعنی میتونه در رابطه با هر چیزی باشه و مسئله ای که ایجاد میکنه و همینطور که صحبتش رو کردیم نه تنها ج... ما خود خودمون فرد و به صورت شخصی ژنتیکی شخصیتی میتونیم که یه احساسمون رو به در ارتباط با بدنمون مشخص بکنیم بلکه همونجور هم که صحبت شد جامعه هستش که یه تاثیر مهمی میگذاره معیارهایی که جامعه برامون میگذاره و همونطور که دفعه قبل صحبت کردیم از جامعه تا جامعه این معیارها متفاوت هستش و اون دفعه از به حساب پلاستیک صحبت کردیم که تعدادش بسیار افزایش پیدا کرده و و تحقیقات که نشون دادن از سال 1992 اگه اشتباه نکنم تو 2005 2007 حدود 700 برابر در کل دنیا شده یعنی ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم چجوری تلویزیون رادیو و رسانه های گروهی و مسائلی که در اجتماع وجود داره و اثرات ماهواره چطور تونسته روی افراد تاثیر بذاره که معیارها و استانداردها رو تغییر داده و اون دفعه صحبت کردیم از اینکه جراحی هایی که روی دماغ صورت میگیره دوست داشتم که این صحبت رو بکنم که اون دفعه صحبت کردیم که کسایی که عمل جراحی پلاستیک میکنن یا به در رابطه با ظاهرشون خیلی خوشحال نیستن و تغییرات میخوان در داخل روی بدنشون بدن نه تنها اینکه به خاطر یکی هست که به خاطر زیبایی و اثرات جسمی که روش رو بدنشون هست صحبت شد که در مورد همینطور اثرات به جامعه و اینکه جایگاهشون در جامعه و به از نظر مالی هم میخواد خودشونو بگن که ما رو خودشونو در یک گروه متفاوت بذارن حالا این مسئله که اون دفعه یادم رفت است یا وقت نشو صحبت شو بکنیم در رابطه با این بود که کسایی که عمل جراحی میکنن ولی این باندایی که روی صورتشون یا به چسبهایی چسبایی که روی صورتشون میگذارن روی دماغشون میگذارن معمولا گاهی تا دو سال سه سال بعد از اینکه عمل جراحی کردن هنوز میگذارن گاه به گاهی روی آه. خب پس یعنی این رو یکی از اون علائم میبینید شما تحلیل میکنین به لحاظ روانشناسی که اینا فقط این نبوده که بخوان ظاهرشون رو زیباتر بکنن حالا از نظر خودشون زیباتر یا از نظر جامعه مورد پسندتر بکنن بلکه میخوان به این ترتیب یادآور بشن که من توان مالی تمکن مالی این قضیه رو داشتم و میتونستم عمل بکنم و اینا از نظر طبقه اجتماعی هم خودش رو به شکلی نشون بده چون که این چسب و نگه میده تا مدت ها یادآور میشه به خاطر زیبایی و هم به خاطر اینکه گروه به قسمت اقتصادیش هستش دوتا با همدیگه یه احساس خوبی به فرد دست میده و باعث میشه که فرد کمک بکنه که یه مقدار اون استرس ها که این طرف و اون طرف هستش و کمتر کاهشش بده و همینطور هم که باعث بشه به افرادی که توی گروهش هستند که خب مطمئنا خیلی های اونها هم همین کار رو کرده میگه من عقب نیفتادم یعنی حواستون باشه و واقعا حالت یاداوری هست چون تا اونجا که من اطلاع دارم و خوندم بعید میدونم که این باندا رو برای دو سال یا این چسبایی که روی دماغ میذارن دو سال سه سال بعد از اینکه عمل جراحی صورت بگیره نیازی باشه اصلا یعنی... نیاز بود که خیلی کار سخت میکرد کار جراحی رو برای اینکه کی میره بینیشو بده دست جراح که دو سه سال معطل ها باشه. باشه. خیلی کار سخت میکرد کار جراح ها رو و واقعا جالبه که روانشناسی آدما این برداشتی که من دارم تغییر میکنه مثلا فرض بکنیم اگه برگردیم 20 سال پیش کسی جراحی بینی میکرد احتمالا در خفا انجام میده یعنی واشکه انجام میده کسی متوجه نشه حالا خیلی علنیش نمیکرد که سر به سرش میذاشتن اون موقع ها مثلا میگفتن مثلا از دماغت راضی نبودی رفتی مثلا حالا میدونی اون موقع ها سر به سرش میذاشتن و من به خوبی به خاطر دارم که پنهان میکردن علنی نمیگفتن که یا من کار از کردیم میپرسیدن که شما دماغت نه, نه من مال نه یا این که نه من افتادم دماغم شکست برای همین مجبور شدم که دماغمو دکتر مجبور شد که آه. شکستگی رو درست بکنه و نتیجهش این شد این خب معیارهای جامعه هستش ده ده ده. که تغییر میکنه و برای همین هم هستش که میگم از سال 1992 تا 2005 یعنی حدود این چندین سالی ای که ما میبینیم تعداد جرایی های پلاستیک افزایش پیدا کرده به خاطر اینکه میارهای جامعه فرق کرده به خاطر ماهواره به خاطر به حساب ارتباطات اجتماعی ماهواره که من همون ارتباطات, ارتباطات, ارتباطات ارتباطی, ارتباطی یعنی حتی رسانه باشه میتونه هر همین رسانه های گروهی و به همینطور این به حساب سوشال میدیایی که ما میگیم صحبت میکنی که مال اینترنتی هست اینترنت بله جزار. اینا خب بالاخره اینا همش تاثیر میذاره چون قبلا ها گروه ها گروه های کوچیکی بودن که در ما در کنارشون بودیم با هم ارتباط داشتیم الان شما دوست میتونید داشته باشید که یه قاره با شما متفا یعنی فاصله داشته باشه و باز هم دوست باشیم و خیلی وقتا اون میتونه جز شما میتونه جز اون گروه باشید و برای اینکه میخوایم با معیارها این اون گروه پیش برید برای هم یه سری تغییراتی در بدنتون ایجاد میکنید و اگر این تغییرات رو نکنید حالا ما از ظاهر داریم بادی امش و ظاهر بدن خودمون صحبت میکنیم ولی میتونه در رابطه با مسائل لباسمون و نوع لباسی که انتخاب میکنیم نوع رفتاری که با بقیه داریم اگر با گروه نخونیم استراب در افراد ایجاد میشه گاهی و چون شخصیتشون یکی از شرایطی که شخصیت و هویتشون نه شخصیت هویتشون ساخته میشه یکی از اون شرایطش همین هستش که ظاهر خود آدم باشه و راضی بودن از ظاهرش باشه و یکی مسئله که هستش فقط در مورد ما ایرانی ها نیستش در مورد ملیت های دیگه و افراد متفاوت از اون دفعه, دفعه از آفریقایا صحبت کردیم که به خاطر اینکه چاق باید باشن که بتونن بگن که ما ثروتمند هستیم ام. و خیلی خانم دخترا رو میفرستن که چاق بشن که بتونن که به پولدار پیدا بکنن و اینجوری تربیتش میکنن در کشورهای ژاپن، چین، کره، آسیایی که چشم چشمای بادومی دارن و چشمای کوچیک دارن، اونا دوست دارن که چشمای بزرگ داشته باشن. اتفاقا خیلی یه مطلبی رو داشتم میخوندم درصد افرادی که در جوانای چینی، ژاپنی، کره که چشمای بادومی دارن، درصد جراحی های پلاستیکی که روی سر... روی چشماشون انجام میدن بسیار بسیار مم. بالا هستش. مم. روی دماغشون مقدار انجام میدن ولی چشم بسیار زیاد هست و باعث میشه که چشماشون کم بزرگتر بکنه و به خصوص کسایی که میگن توی کشورهای مثلا مثلا امریکایی هستن یا کشورهای غربی هستن اونها میگن که اگه ما این کارو بکنیم فکر میکنن که بتونن احتمال کار پیدا کردن براشون بیشتر هست امتنیم. در حالی امتنیم. که واقعا فکر نکنم اونقدر از نظر کاری تاثیر داشته باشه ولی بله از نظر اینکه احساس خوبی نسبت به بدنشون داشته باشن اعتماد به نفس وقتی پیدا میکنه حالا اون اعتماد به نفس هستش که احتمالا بیشتر بهش کمک میکنه در کاریابی و موفق مطمئن. شدن و اینها من فقط اینجا یادآور بشم که در به صلاح جلسات قبلی هم ما گفتیم که البته مسلما فقط دلایل اقتصادی یا شخصی فردی نداره تو ایران دلایل سیاسی اجتماعی به لحاظ اینکه حجاب اجباری زنان یعنی تحلیل بسیار یه تحلیلگرانی این هستش که این حجاب اجباری موجب شده که چون فقط صورت دیده میشه در کوچه و خیابون بیشترین تمرکز برای زیباسازی حالا شما ممکنه یکی بگه که نه زیباتر نشده بهتر نشده بدتر شده بسیار خوب ولی او فردی که این کارو کرده حس اینکه برای زیباسازی خودش تلاش کرده رو داره بنابراین خواستیم یه به قضاوت نریم و اینکه به هر حال اگر حس خوبی بهشون میده و مواظب جوانب امر اگر باشن که مثلا برای خودنمایی یا اینها نباشه یا مثلا گروه هایی که فکر میکنن که تمام این جور چیزا در اثر چشم و همچشمی با خارج کشور و غرب و اینها چون که دفعه های پیش شما گفتین اتفاقا تو غرب کمتره و در ایران خیلی بنابراین فقط از طریق رسانه های حالا به گفته برخی از گروه های رو در ایران غربی و غرب زده و اینها نیستش این موضوع مال خیلی قبل من به راحتی خاطرم هست 20 سال پیش در ایران یه امر جا افتاده بودش حالا البته تعدادش کمتر بود ولی یه جا افتاده بود در حالی که اینترنت انقدر گسترش نداشتش نه من صحبتی که بیشتر اینجا کردم نه به خاطر این هستش که مردم دارن بیشتر جرایی پلاستیک میکنن به خاطر اینکه ارتباط به به خاطر اینکه قرب روشون به حساب فشار آورده یا تاثیر گذاشته فقط دارم اینو میگم که به خاطر رسانه های گروهی و به ارتباطاتی که ما داریم معیارهایی که چه زیبا چیزی با هاست و تغییر چه تغییر کرده, کرده. درسته. و برای همین قبلا ما توپولی رو دوست داشتیم درسته. چاق دوست داشتیم درسته. الان آخ... به ساب لاغرتر رو دوست داریم ولی درسته. در هر صورت مسئله بادی احس... امیج و احساسی که ما نسبت به بدن خودمون داریم همیشه در همه زمان ها وجود داشته هم هسته. بل... خیلی درست میگین یه عکسای خیلی معروفی هست از زنان دوره قاجار بلد. دقیقا که هم توپلن و هم سورتاشو. موهای صورتشون رو تمیز نمیکنن و کاملا جزی از زیبایی شمرده می شود بله همین مثل یه سری خانمای اتفاقا من یه چند تا دوست عرب داشتم و اونا صورتشون رو تمیز نمیکردن ابروهاشون رو تمیز نمیکردن حالا ما تمیز میگیم دست بهش نمی زدن و دود میگفتن که اینجوری از نظر ما صورت زیباتر هستش مم. و جامعه ای که توشون بودن و افرادی که به حساب زیب... زیبایی رو ت... تفسیرش میکردن اون طور تفسیر میکردن برای همین میگم وقتی که ما صحبتش رو میکنیم رادیو تلویزیون ها و به حساب رسانه های گروهی تأثیری که میتونن بگذارن اینه که روی نوع زیبایی رو تأثیر زیبایی رو های زیبایی رو تغییرش میدن ولی با این حال ماها نسبت به شخصیتی که داریم نسبت به ژنتیکی که داریم و نسبت به به تاثیری که جامعه روی ما میتونه بگذاره و خیلی یه سری از ما بیشتر حساس روی مطلب ام. هستیم یه سریمون کمتر هستیم بعضی ها هر جور که لباس بپوشن میگن ما برامون مهم نیست که طرف مقابل جامعه چی نظر بده ولی بعضی ها براشون خیلی مهم هست و همینطور خب مطمئنا تو ایران به خاطر اینکه فقط صورتشون خیلی مشخصه بیشتر جراحی پلاستیک رو, رو روی صورت ما بیشتر تغییرات میده البته اون دفعه هم صحبت مقدارم که این هست به خاطر اینکه اعتراضات بیشتر اعتراض این ده. هستش که ما صورت خودمون بدن خودمونه دوست داریم هر کاری انجام بدیم نوعی مبارزه اجتماعی اش... سیاسی و هستش. برابری حقوق هم محسوب میشه بله. بله. چون یعنی این یکی از فاکتورهای دیگه هستش که اضافه میشه ولی امه. حالا که امه. در مورد بادی امش صحبت کردیم اون دفعه داشتیم که با هم صحبت میکردیم گفتم دوست دارم هم این مطلب رو بگم چون متاسفانه خیلی از دخترای جوان بیشتر دخترها در مورد اختلالات غذایی اگه موافق باشید بله بله صد درصد صد درصد در یعنی اصلا قرارمون همین بود که بعد از اینکه ببینیم چه تصور یا این تصورات در ذهنمون راجع به خودمون چگونه هست چگونه شکل میگیره چه عوامل روش مؤثر هستش که نکته محوریش به نظر من اینجور که من برداشت کردم فهمیدم موضوع اعتماد به نفس هستش بپردازیم به حالا این ظاهر ارتباط بسیار نزدیکی داره با خوردن چه چیزایی اون چیزی که شما میگین eating disorder, your disorder of eating. eating disorder. Or, uh, eat. اختلالات خوردن اختلال در خوردن یا به هم ریختن آشفتگی موضوع خوردن در روح و روان آدم این فاکتوراشو برای اون میگین عواملو چون همه اینا به هم وصل هست و همینجور که ما احساس که نسبت به ظاهرمون داره کمک میکنه به همون که استراب رو درمون کاهش بده و باعث بشه که ما اون اف... به حساب تصوری که از بدن خودمان داریم بهتر بشه و در نتیجه باعث بشه که بهمون به ما بهش استیم که همین به خودمون یه اعتماد به نفسی رو بده و باعث بشه که با, راحتی بتونیم با جامعه و افراد در گروه ارتباط برقرار کنیم و به مقاصدمون برسیم این در مورد تک تک اعضای بدن بود ولی در کل بعضی وقتا هم هستش که افراد هستن به خصوص دختر خانمای جوان در دوره بلوغ و خانمایی که در اوایل جوانیشون هستن به خصوص ولی جاهای دیگه هم میتونیم ببینیم هستن که بدنشون رو احساسی که دارن و چیزی که در رابطه با بدنشون میبینن اون واقعی نیستش و تصورشون از اون بدن و سایز بدنشون اونقدر حقیقی نیستش و اگه که آقای رامش هر وقتی وقت کردن زحمت بکشن عکس و نشون بدن بسیاری از این خانوم های دخترهایی که میبینیم اگه نگاه بکنین دختر خانومی،, خانومی که اینجا هستن خودشو که نگاه بکنین ببینید خیلی لاغرتر از عکس بازو اگه نگاه بکنین به عکسی که توی آینه میبینه خیلی متفاوت هستش این افراد افرادی هستن که تصوری که از بدن خودشون دارن خیلی متفاوت هست با حقیقت یعنی و... در این اندازه اختلاف معمولا تحقیقات که انجام شده گاهی 3 تا 4 تا گاهی 5 تا سایز بزرگتر خودشون رو توی آینه میبینن برعکسش آیا میشه آدم خودشو کوچکتر ببینه؟ من یعنی اونها که سگل... خیلی اعتماد ندارن خودشون رو آه... خو میرم که ببینن اون که مطمئنا مت... همین هستش افرادی ام. که خیلی ساف سنتر هستن خودخواه هستن فکر میکنن همه چیز بهتر هستش و البته ظاهری که میبینن و هر چیزی که میبینن فکر میکنن بهترینن زیباترین هستن و یعنی من من <تصفح> <تصفح> نه شما چرا ما خوب. <تصفح> همه چی نه جدی چجوری میشه آدم چک کنه ببینه آیا تر... این تصوری که من از خودم دارم با تصوری که دیگران از من دارن edge. کجا با هم تطبیق میکنه و کجا با هم جور نیست چجوری میشه اینو چک ببینید وقتی که شما نگاه میکنید این فرد این خانمی که الان عکسش رو دیدید این مم. فردی هستش که ما بهش میگیم پرسپشن یعنی اون به در... در... حساب چون ما چشممون گوشمون و اعضای حسای متفاوتی که داریم اطلاعاتی که به مغز وارد میشه رو میگیره مغز همون رو نمیاد سریع پس بفرسه میاد تق... به آنالیزش میکنه جنبندیش میکنه با توجه به تجربیاتی که داریم با توجه به شخصیت و همه مسائلی که داریم جمع و تفریقش میکنه آنالیز میکنه و به ما پس میده برای همین وقتی که شما خودتون رو توی آینه نگاه میکنید یا اصلا یه مطلب ساده تر وقتی که من یه این رنگ نشون میدم این به ماژیک نشون میدم و میگم چه رنگی هستش چشم همه چشم هایی که این ماژیک رو نگاه میکنن همه یه رنگ میبیننش ولی پرسپشن و دریافتی که مغز میکنه متفاوته یعنی شما رنگی که پرسیو میکنید و میگیرید از این ماژیک با من متفاوت هست به خاطر تجربیاتی که دارید به خاطر شرایط متفاوتی که مغز شما داره به خاطر شخصیتی که متفاوتی که شما داره و برای همین هست که خیلی وقتا ما رنگارو رو چشممون یه چیز میبینه اطلاعاتی که دریافت میکنه یه چیزه ولی برداشتش متفاوت هستش چندی پیش یادتون هستش در بله. همین رسانه های اجتماعی که البته گزارشش خیلی مفصل بله. شد بی بی سی این راجع داشتن اینا که دو تا لباس بود و یه ده اینجوری میدیدن یه ده یه جور دیگه این می این, در واقعی اون... بود یا بعدا گفتن که نه اصلا اساسا از اول شوخی بود چون دو تا عکس مختلف بود و یه جوری عکسش ام... یکی میگه... سر به سر گذاشتن مردم با نور بود, که یه م... فرق آبی و مشکی بود و طلایی و یه رنگ یک پیراهن بودش ولی از نز... چون همون یه عکس رو هر کسی میتونست به رنگای متفاوت ببینه این همین برمیگرده به مطلبی که من به شما گفتم در رابطه با پرسپشن هست یا دریافتی که ما مم. از مغزمون میکنیم یعنی با توجه به تجربیات و اون اخت... بسا... که داریم و یادگیری های قبلی داریم برای همین همه ما با هم یک رنگ رو یه جون... جور نمیبینیم حتی اگر یک رنگ باشه حالا این برمیگرده به مطلبی که الان نشون عکسی که شما دیدید بسیاری از افراد وقتی خودشون رو توی آینه نگاه میکنن البته افرادی که اختلال به مشکل یه سری مشکلات روحی روانی دارن کسایی هستن که وقتی نگاه میکنن خیلی ممنون وقتی نگاه میکنن میبینن که مق... چشمشون اطلاعات همون اطلاعات درست سایز خودشون هست ولی عکسی رو که دریافت میکنن و تو مغزشون تجزیه و تحلیل میشه به خاطر اینکه اعتماد به نفس به خود ندارن به خاطر اینکه از بدن خودشون راضی نیستن و به خاطر شرایط متفاوتی شخصیتی که دارن برای همین مغزشون عکس تصوری رو که براشون صادر میکنه و بهشون میفهمونه قالب میکنه این هستش که شما سایز مثلا 38 نیستی سایز 48 هستی و این چیزی هستش که واقعا نگاه میکنن و باعث میشه که چون میبینن که خودشون چاق به نظر میان برای همین شروع میکنن به اینکه غذا کم خوردن مم. البته ما و به اختلالات غذایی پناه میبرن یا حالات غذایی رو بیشتر برامون توضیح بدین تا, تا چند لحظه دیگه من اینجا یه پرانتزی باز بکنم برای دوستانی که تازه بهمون به ملحق شدن تماشاگر بیننده شنونده صدای آمریکا هستید رادیو تماشا داریم با دکتر آذر اتسامی پورکینگ صحبت میکنیم که راجع به چه دریافتی چه ترجمه‌ای داریم ما از بدن خودمون در ذهنمون اون چیزی که اون رویداد بیرونی به هستش چشممون دریافت میکنه درست میگم میخوایم دکتر هر جا هم اصلاح کنید اما ذهن مغز ترجمه دیگری از ممکنه ترجمه دیگری از واقعیت بیرونی به ما بده میتونه بهتر باشه میتونه بدتر باشه چاختر باشه لاغرتر باشه خوشگلتر باشه یا زشتر باشه و اینها بسته به شرایط روحی روانی ما داره میتونه خیلی تغییر بله. باشه و خیلی مطمئنا همین هست و به خصوص همینطور وقتی که ما این تصور رو از ذهن خودمون داریم گروهی که توش هستیم دوستایی که باهاش هستیم اونها هم میتونن یه مقدار تاثیر, بگذارن و باعث بشه تاثیر مثبت بگذارن یا تاثیر منفی بگذارن مم. شما بگید آه من به نظر نظرم میاد من خیلی چاق باشم یا من خیلی لاغر باشم دوستتون میتونه بگه آه خیلی دخ... خیلی چاقی یا خیلی لاغری و باعث بشه که افزایش بده اون عدم اعتمادی که شما به اون ظاهر خودتون و تصوری که شما از ظاهر خودتون دارید و متاسفانه این باعث میشه که فرد استراب بگیره و باعث میشه که فرد افسرده بشه و آروم آروم به طرفی کشیده بشه که بگه پس باید یه کاری هم. انجام بدم خیلی وقتا خب ما میتونیم ورزش بکنیم میتونیم یه مقدار در غذایی که میخوریم مواظبت بکنیم ولی بسیاری از افراد اگر ورزش میکنن بینهایت ورزش خواهند کرد و ما بهش میگیم اوور اکسرسایز که اینقدر زیاد میکنن که به بدنشون ضرر میرسه و همینطور یه سری افراد هستن که ما بهشون میگیم که البته اختلالات غذایی انواع مختلفی داره ولی یکیش انورکسیا هستش که فرد آروم آروم شروع میکنه به کاهش مقدار غذایی که میخوره و جوری میشه که دیگه تقریبا مقدار غذایی که مصرف میشه یک شاید دهم ده یک بیستم گاهی یک پنجاهم یک فرد هست در یک روز و حتی یه قاشق غذای یه قاشق سوپ که میخوره دیگه فکر میکنه که احساس عدم اطمینان میکنه احساس گناه میکنه و برای همین آروم آروم میگیم که داره خودش رو گرسنگی میده و با اسم میشه که دیگه اونقدر وزنش کاهش پیدا بکنه که فقط یه استخون هستش و یه پوست و با این حال بازم وقتی خودش رو روی آینه نگاه میکنه بازم فکر میکنه که یه فرد خیلی تصورش یه فرد خیلی چاقی هستش و اینجور افراد ما زیاد در بین دختر نوجوان و خانم های جوان دیدیم البته الان آروم آروم دارش آقایون هم داریم بعضی از آقایون ولی بیشترین هایی که ما دیدیم مریض هایی که دیدیم خانم ها هستن دختر خانم های جوون هستن و خیلی وقت خانم های سفید هستن سفید پوست هستن البته الان با معیارها ها داره تغییر میکنه سیاه پوست ها و افرادی که پوست های تیره تری هم دارن اونها هم توش اضافه شدن این یه نوع وساب اختلال در خوراک هستش که وساب بهش میگیم که خود گرسنگی دادن و به نظرشون میاد چون که رو چیزهای دیگه توی زندگیشون نمیتونن کنترل با داشته باشن. مم. ولی غذا تنها چیزی خواهد بود که میتونن کنترلش بکنن برای همین دیگه غذا نمیخورن تقریبا و خیلی هاشون فعالیت های ورزشی خیلی زیادی انجام میدن نوع دومی که در مورد اختلال غذا خوردن یا ایدینگ دزوردر داریم بویمیا هستش که افرادی هستن که خیلی میخورن اصلا دیگه نمیتونن خودشون رو کنترل کنن که غذا مقدار قضا غذایی که میخورن شاید ده برابر یه فرد باشه که در اون موقع نیاز داره و بعد آروم آروم کاری که میکنن این هستش که غذا رو باید پس به بالا میارن. و همچین افراد اوایل فقط خب میدونید که چون بدن سریع به همه شرایط عادت میکنه اول کار وقتی شروع میکنن این کار رو انجام دادن فقط با یه انگشت کوچیکی که توی دهنشون بکنن و به نزدیک حلقشون ببرن غذا بیرون میاد میریزن به بیرون میاد دوباره احساس آرامش میکنن و دوباره شروع میکنن به خوردن ولی تحقیقاتی که کردن و همینجور که مسائلی که پیش اومده بعد از یه مدتی دیگه فقط با یه دونه انگوش نمیتونن غذا رو بیرون بیارن و اینقدر این ادامه پیدا میکنه که در بعضی از افراد حتی دستشون تا دم مچشون و داخل دهنشون واه. مجبورن بکنن که بتونن غذا رو بیرون بفرستن بیارن بیرون که بعد بتونن چون احساس گناه میخورن لذت میبرن بعد آروم آروم احساس گناه میکنن و برای همین هستش که دوست دارن که تمام غذا رو میارن بیرون و متاسفانه در این حالت نه تنها فقط اینجور افراد لاغر خواهند شد و فقط پوست باشن و استخون میشن بلکه بساب چون اسید مده میاد بارا دندوناشون خراب میشه حلقشون زبونشون تحت تاثیر قرار میگیره و همینطور از نظر مده و دستگاه گوارششون هم آسیب دیدگی براش ایجاد میشه من واقعا خیلی عجیبه که یعنی وقتی اینقدر از آبه میکنه که یه کاری میکنه غذا برگرده بله. یاد بالا خیلی عجیبه خیلی چون اونام همینجوره که میگن کنترل روی غذا خوردنشون آه. و کنترل روی بسا وزنشون میخوان داشته باشن یعنی میگن زندگی اونقدر براشون استرس داره اونقدر تصویری که از بدن خودشون دارن اونقدر بد هستش که مجبور میشن این کار رو انجام بدن و مسئله که متاسفانه خیلی ما زیاد داریم همچین افراد رو خب اگه که موهاشون ماشون خیلی نازک میشه و خب مشک چشمشون بیناییشون شنواییشون همش تحت تاثیر قرار یعنی میگیره. واقعا این یک پدیده ای شده میگین زیاد داریم اخت... یا خیلی نادره نه،, نه، ما در... در بین نوجوانان و جو... دختر نه. خانوما خیلی زیاد داریم و خب یه سری هستن که مثلا دیدین بعضیات به مواد مخدر به ساب میرن بعضی رجوع میکنن بعض خب در همون خوردن هم خیلی ها برعکسش میشه خیلی ها رو به خوردن میرن یعنی بیشتر از اونچه که شاید بدنشون در حالت معمول لازم داره میخورن با یه هرسو ولعی به خوردن پناه میبرن اینم نوع سوم اختلالات در خوردن هستش که ما بهش میگیم بنجینگ اییتینگ هستش که یعنی مم. اونقدر میخورن که واقعا دیگه نمیتونن که بدنشون آروم آروم چون مده یک عضوی از بدن هست و چون که این عکسی که نگاه میکنید اینم هم همین در مورد فیدینگ دزوردر بود که فرد تصویرش تصویر یه چاق هستش خودش به عنوان یه فرد لاغر هستش ولی در طرف مقابل و نوع سومی که هستش افراد دوباره از نظر کنترل و اینکه احساس خوب داشتن هستش و چون اونقدر شرایط محیطی زیاد استرس روشون میذاره و اونقدر مشکلات دارن که میگن ما نمیتونیم روی چیزهای دیگه کنترل داشته باشیم برای همین شروع میکنن به خوردن و اونقدر زیاد میخورن که خب وزنشون معمولا خیلی زیاد میشه و در نتیجه باعث ناسر ناسر به سلامتیشون اثر میگذاره و تاثیر میگذاره روی سلامتیشون برای همین وقتی که ما صحبت از میکنیم اختلا... تصور و اختلالی که در تصور ما نسبت به بدنمون هستش یه مسئله خیلی پیش و پا افتاده نیستش و این افراد اختلالات روحی روانی پیدا میکنن اختلالات جسمی هم که خب با صحبتی که شد چه خیلی لاغر بشن و چه خیلی چاق بشن اختلالات جسمی هم پیدا میکنن و باید بهشون کمک بشه و خیلی از اینها چه ما کمکی واقعا میشه به اینها این کرده؟ ما ای وقتی که در این حالت برسه در بسیاری از ووارد ما میفرستیمشون به روانشناس مراجعه میکنیم و آروم آروم وقتی نتونن که تو شرایطی که با روانشناس صحبت کردن بتونن که برگردن به حالت قلب احساس خوبی در ارتباط با بدنشون داشته باشن ما اینجا اطلاع ندارم توی ایران میدونم داشتیم قبلا مراکزی که برای به کمکشون میکنن مثل ریهب هستش که میرن اونجا و بهشون کمک میکنن در منگاه های مخصوص اختلالات خوراکی ما در اینجا یا ایدینگ دزوردر داریم و مسئله ای که خیلی متاسفانه ناراحت کننده هستش دختر خانوما یا خانو افرادی که میرن اونجا توی این مراکز وقتی که برمیگردن نمیتونیم بگیم که شما سالم شدی دیگه تموم شده این افراد یک باید تا آخر عمر مواظب باشن تا آخر عمر با روانشناس صحبت خواهند کرد و کمک افراد خانواده دوستا رو نیاز دارن وگرنه مثل اعتیاد میمونه همونجور که در مورد جرای پلاستیک گفتیم بعضی وقتا اعتیاد ایجاد میشه و افراد بر میگردن و صد تا پنجاه تا جرای پلاستیک روی صورت و بدنشون انجام میدن اینجور افراد هم مثل اعتیاد میمونه دوباره بر می گردن به همون حالت یا زیاد خوردن یا کم خوردن یعنی که یک مسئله هستش که ما باید از ریشه بهش رسیدگی بکنیم و دلیل هاش رو دلایلش رو پیدا بکنیم و مسئله هستش که واقعا آدم وقتی نگاه میکنه خیلی متاسف میشه متاسفانه دیدیم بعضی هم داروهایی میخورن برای لاغر شدن بعضی ها هستن داروهایی میخورن که برای اینکه بتونن برن دستشویی و لکستیو هستش زیاده آه. روی میکنن. یعنی مسئله هستش که واقعا باید بهش رسیدگی بشه در جامعه ها جوامع مختلف خیلی موضوع جالبی بود درک و فهم خوردن روانشناسی خوردن اینکه چجوری میشه بعضیا زیاد میخورن یا بعضیا کم میخورن به لحاظ روانشناسی فردیش خیلی ممنون دکتر از توضیحاتون اگر نکته باقی مونده قول میدیم که هفته دیگه هم این فرصت باشه و از شما ممنونیم که برای برامون توضیح میدید خیلی متشکرم روز بینندگان عزیز به خیر باشه خوشبختم که در خدمتتون بودم تا هفته ای آینده هفته ای خوبی داشته باشید و از شما هم متشکریم بابت این همراهی با ما بمانید لطفاً با قسمت دوم خبرها